سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امین مانیپر هستم و با یک ویدیو آموزشی دیگه در خدمت شما هم. و در این ویدیو قصد داریم چند تکنیک موزیک ویدیویی رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم. یک ویدیویی رو یکی از دوستان روز قبل بر من ارسال کرد، چند تکنیک داخلش بود، من اون رو ساختم، داخل استوری گذاشتم و شما استقبال کردید که آموزشش رو برای شما قرار بدم. خب قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و حتما هم ذخیره‌اش کنید، چون می‌دونم بعداً به کارتون میاد. بریم سراغ آموزش. ببینید بچه ها، ساخت همچین تکنیک هایی کلن از یک قاعده پیروی میکنه، اونم این هست که شما باید بیاین سوژتون رو از بک‌گراند جدا کنید تا بعد بتونید هر تکنیکی میخواید روی بک‌گراند یا روی خود سوژه به صورت جداگونه پیاده کنید. مثال در این ویدیویی که من اینجا دارم، من میام یک کپی از این ویدیو میگیرم. البته اینم بگم که اگر شما نمیتونید در نرم‌افزار افتر افکت کار کنید و آدم باحوصله ای هم هستید، میتونید در نرم‌افزار پریمیر هم با ماسک کردن و ترک گرفتن از سوژتون همین کارو انجام بدید، اما این کار در نرم‌افزار افتر افکت خیلی راحت‌تره. پس من میام روی ویدیو دومم، یک کلیک راست میکنم و گزینه ریپلیس ویت افتر افکت رو میزنم تا نرم‌افزار افتر افکت برام باز بشه و ویدیو به اونجا ارسال بشه. بعد از اینکه ویدیومون وارد نرم‌افزار افتر افکت شد، ما اینجا باید بیام از ابزار روتو براش استفاده کنیم که قبلا در موردش توضیح دادیم. اما برای استفاده از این ابزار، اول باید دو بار روی ویدیوتون کلیک کنید تا وارد قسمت لایر بشه و بعد برید روتو براش رو انتخاب کنید و حالا با کشیدن براشتون روی سوژه میتونید اون رو توی حالت انتخاب قرار بدید، به این حالتی که من انجام میدم. و اگر در حین انتخاب هم جایی به صورت اضافی انتخاب شد، مثل این حالتی که اینجا داره پیش میاد، میتونم آلتم رو نگه دارم و روی این قسمت بکشم تا حذف بشه. بعد سلکت کردن قسمت های دیگه از سوژه رو که هنوز تو حالت انتخاب نیومده ادامه بدید تا به صورت کامل توی حالت انتخاب قرار بگیره. خب بعد از اینکه کاملا انتخاب شد، حالا دو تا راه دارید. راه اول این است که به صورت دستی پلی هد رو جابجا کنید تا اگر ایرادی در راه بود بتونید رفعش کنید، و راه دوم این است که روی اسپیستون بزنید تا نرم افزار به صورت اتوماتیک بیاد سوژه رو از بک گراند برای شما جدا کنه. خب بعد از اینکه کار به اتمام رسید، کافی است که از این پنجره بالایی بیاد روی حالت کامپ قرار بگیرید و ببینید که سوژتون به صورت کامل از بک‌گراند جدا شده. کار بعدی که بعد انجام بدیم این هست که کلیدهای کنترل و اس رو بزنیم تا پروژه برای ما ذخیره بشه. حالا برمیگردیم به نرم‌افزار پریمیر و اگر من بیام این ترک پایینی رو خاموش کنم، ببینید که خیلی راحت ما این سوژه رو از بک‌گراند جدا کردیم و هیچ مشکلی هم در این موضوع نداشتیم و سریع انجام شد. خب حالا میایم ویدیو زیرو رو روشن می‌کنیم و می‌خوایم همون تکنیک اولی رو بسازیم. برای شروع کار شما اول باید بیاین تصویر پشت این شخص رو یک مقدار بچرخونید. برای این کار میرید افکت آفست رو جستجو میکنید و اون رو میگیرید، میکشید روی ویدیوی زیریتون قرار میدید. این افکت کارش این است که بیاد تصویر رو به مراتب در جهتی که شما براش مشخص میکنید بچرخونه. مثال من میام اول این ویدیو قرار میگیرم اینجا، یک کی فریم ایجاد میکنم، میرم در این قسمت یعنی آخر ویدیو و حالا میام یک میزانی رو براش تعیین میکنم. مثال من اینجا میام میزان منفی 15000 رو براش در نظر میگیرم به این حالت. البته وقتی که این عدد رو مشخص کردید، باید یک مقدار رو تغییر بدید تا وقتی که میرسید به نقطه نهایی این دقیقاً سر جای اصلی خودش قرار داشته باشه، مثل این حالتی که من آوردم و اینجا ایجادش کردم. این از حرکت پشت این سوژه که اگر یک بار بخوایم ببینیمش، میبینیم که به این حالت برای ما حرکت میکنه. خب کار بعدی که باید انجام بدیم چیه؟ کار بعدی این هست که ما میخوایم این حرکت ثابت نباشه. ببینید الان حرکت کاملا ثابت و یک دسته، میخوایم این ثابت نباشه. میایم لایه ویدیوی پایینی رو انتخاب میکنیم، دو تا کی فریم اینجا داشتیم، این دو تا کی فریم رو انتخاب میکنیم، روشون کلیک راست میکنیم، میریم در قسمت تمپورال اینترپولیشن و میذاریم روی حالت بیزیر. بعد از این کار میتونیم روی این فلشی که اینجا داره کنار شیفت سنتر کلیک کنیم و ببینیم که چند تا لنگر ما اینجا داریم. من این مقدار این پنجره رو بزرگتر میکنم. حالا با تغییر حالت دادن به این لنگرها، من میتونم بیام یک مقداری در شیوه اجرای این افکت تغییرات ایجاد کنم. مثال میام این حالت رو براش ایجاد میکنم و حالا اگر بیام یک بار دیگه ویدیو رو بخوایم تماشا کنیم، ببینیم به چه حالتی برای ما پیاده میشه. میبینید که خیلی آروم شروع میشه، یک مقدار این وسط اوج میگیره و بعد مجدد آروم برای ما وای میسته به این حالت. حالا کار بعدی که باید انجام بدیم این است که یک مقدار ماتی بهش بدیم، که میتونیم از افکت های بلر استفاده کنیم، که من اینجا ترجیح میدم از دایرکشنال بلر استفاده کنم. دلیلش چیه؟ چون میتونم بهش جهت بدم. اگر بیام اینجا افکت دایرکشنال بلر رو جستجو کنم و اون رو بگیرم و روی ویدیوی زیرین بندازم و بیام در قسمت افکت کنترل، حالا اینجا میتونم بیام به میزان ماتی که میخوام به تصویر بدم یک مقداری هم جهت بدم. مثال من میام اینجا یک مقدار این تصویر رو مات میکنم و از طریق گزینه دایرکشن میام این رو میچرخونمش تا در جهت حرکت تصویر پشتی قرار بگیره به این حالت، و حالا میتونیم نتیجه کار رو این حالت ببینیمش.
یه حالتی دیگه هم داشتیم که اومده بودیم پشت سرش رو حالت گیلجی انداخته بودیم، که برای این حالت هم میتونید از افکتی که توی آموزش قبلی معرفی کردم استفاده کنید تا بتونید پشتش رو به این صورت تبدیل کنید و یک همچین حالت زیبایی رو برای ویدیوتون بسازید. یه حالت دیگه هم داشتیم که می‌بینیم که این شخصی که اینجا در حال راه رفتن هست چندین بار از بدن خودش خارج میشه و در محیط برای ما پخش میشه به این حالت که دارید می‌بینید. باز هم هیچ فرقی نمی‌کنه بچه‌ها، من تنها کاری که انجام دادم این است که رفتم با این تکنیک سوژه رو از بک‌گراند جدا کردم، آوردم اینجا و چند تا کپی از این سوژه به این حالتی که دارید اینجا می‌بینید گرفتم و به هر کدومشون یک موشن دادم که در یک زمان مشخص از این بدن خارج بشن و بعد از چند لحظه برگردن سر جای خودشون قرار بگیرن. خب ممنون که به این آموزش هم توجه کردید. پس متوجه شدید که کلاً ساخت همچین تکنیک‌هایی از یک قاعده پیروی می‌کنه و اون هم جداسازی سوژه از بک‌گراند هست، که دیگه بعدش هر تکنیک که بخواید میتونید جداگانه روی سوژه یا بک‌گراند پیاده کنید. من امین مانیفر هستم. لایک ویدیو فراموش نشه. در آموزش‌های بعدی شما رو می‌بینم.